درود و عرض احترام روز هستم از مجموعه جوایز پارسی پرژن بارز در امریکای شمالی در خدمت میهمان بسیار عزیز امروزمون از ایل خوب قشقایی آقای علیرضا جهانگیری دارای مدرک مهندسی مکانیک در کشور کانادا میباشیم. جناب جهانگیری به برنامه خودتون برنامه جوایز پارسی خیلی خوش آمدین. با عرض ادب و سلام و درود به شنوندگان و بینندگان عزیز، به ویژه مجریان جوایز پارسی در خدمتون هستم. خیلی ممنونم، مرسی از صدا میکنم، مرسی از حضورتون و چقدر لباس زیبایی بر تن دارید. بهتون تبریک میگم، خوشحالم که هستم خدمتتون. اگر که از جناب جهانگیری بخوام بپرسم در کجای این دنیا در واقع متولد شدید و از زندگیتون برای ما از دوران کودکی بفرمایید، امکانش هست؟ حتما در خدمتون هستم. من در سال 38 در قریه قناتباغ فارس که در 30 کیلومتری شمال غربی فراشوند فارس هستش، در ایل عمله قشقایی تیره آرکفان به دنیا آمدم. در اوان کودکی اولین صدای لالایی مادر مفروض صدای خوشی داشتن. بعدها با آواز زیبای پدرم جهانگیر خان جهانگیری اولین قسمت موسیقی من شروع شد و در کنار عموی بزرگم که در ارتباط با موسیقی از اساتید موسیقی بودن و خالق کخاغسه به معنای این که آهنگ کخا تعلیم پیدا کردم و کم کم آواز در من رشد کرد. این اولین جرقه زندگی من بود و در دوران ابتدایی استادم که امروزه دکتر منوشر کیانی هستش، اون زمانها آقای دکتر منوشر کیانی دیپلم بودن، معلم ابتدایی من بودن و منو به تئاتر کشوندن و اولین برنامه تئاتر در یعقوب لیس زمان کودکیش رو من اجرا کردم. این اولین جرقه های کارهای هنری من. زنده باد، ذکر خیرتون رو شنیدم و برنامه های مختلفی رو توی کامیونیتی ایرانی شنیدم که شما اجرا می کردید که حالا به اون هم حتما می رسیم. خب اگر بخوام که از تحصیلات دانشگاهیتون بپرسم، آیا در کانادا تحصیل کردید؟ ممکنه برامون بگی؟ بله، من در دانشگاه پهلوی سابق مهندسی ماشین‌آلات خوندم تا حدودای سال 3، بعد مهاجرت کردم به کانادا و مهندسی مکانیک رو در دانشکده پلی‌تکنیک رایرسون تموم کردم و بعد از فارغ التحصیلی هم وارد صنعت ماشین سازی شدم و همکنون به همین رشته مشغول هستم. براو به شما، زنده باد. اگر که بخواین از اساتیدی نام ببرید که در کنار شما بودن در قسمت موسیقی، حالا برای مثال استادی رو نام بردید، آیا ممکنه بفرمایید؟ علاوه بر خانواده که عرض کردم حضورتون که پدرم اولین معلم من بود و عموم، بعدن دایم مرحوم غلامرضا خان بهمنی که گدن آقرالشون مشهوره و معقربه خورشیدی، این در زمینه قشقایی ها بود. بعدن آشنایی پیدا کردم با زنده یاد استاد فرود گرگینپور و فرهاد گرگینپور. اونها اون زمان در سالهای اوایل 50 در دانشگاه پهلوی تحصیل میکردن و من تونستم این شانس داشته باشم و از ساز اونها، از شناخت موسیقیشون استفاده کنم. براو به شما. قشقایی جریان بود. بعد از موسیقی قشقایی علاقه‌مند شدم به موسیقی سنتی فارسی، به ویژه موسیقی دستگاهی. شروع شد با مرضیه و استاد بنان، بعدن در مرید استاد شجریان شدم و مکتب اصفهان طاهرزاده و همکنون هنوز که ادامه داره در این مسیر دارم حرکت و نهایتاً به این نتیجه رسیدم که باید موسیقی تلفیقی رو پیش برد یا تلفیقی ترکیبی
موسیقی قشقایی رو با موسیقی دستگاهی سنتی که در واقع میشه موسیقی مقامی و موسیقی دستگاهی رو با هم دیگه تلفیق کنیم. و خیلی از کارهایی که گروه خودم گروه مارال انجام داده موسیقی تلفیقی هست، با زبان فارسی از کلام حافظ شیخ اجل سعدی شروع میشه، در نوت‌ها و نغمه‌های موسیقی دستگاهی و ردیف بعد وارد موسیقی مقامی قشقایی یا لوری ممسنی میشیم. این اتحاد بین خلق‌ها رو در موسیقی نشون دادم. این هدف من بوده بیشتر در موسیقی. زنده باد، براو به شما. وارد مباحثی رو در میزه گردهایی که در خدمتتون هستیم خواهیم شد، ولی اگر بخوام صدای شما رو بشنوم، در واقع خواستتون از مردم خوب سرزمینمون که چگونه میتونن در کنار همدیگه بایستن رو توی همین مصاحبه برامون بگین، به عنوان شخصی که سالیان زیادی توی یکی از بزرگترین و معتبرترین کمپانیای جهان مشغول به کار هست به عنوان یک مهندس، چی هستش؟ چرا جناب جهانگیری با این لباس اینجا حضور دارن و صدای خوب ایل قشقایی هستن در امریکای شمالی؟ تو چند تا جمله بفرمایید ممنون میشم. برای هر قومی، برای هر ملتی هویت لازمه. یعنی اگر هویت نداشته باشی در واقع هیچی نیست. برای این حفظ هویت، فرهنگ، سنن، زبان رو باید حفظ کرد. اگه من امروز با افتخار لباس قشقایی می پوشم که خیلی از ماها در زندگی عادی و روزمره نمی پوشیمش، صرفاً به خاطر اینه که این فرهنگ، این لباس، این سنت دیرینه باد حفظ شه. همینجور که ما ایرانی ها نوروز رو حفظ می کنیم، فستیوال نوروزی داریم. من به تمام ایرانی های خودمون این پیام رو دارم که مخصوصاً قشقایی ها حتماً سعی کنیم از هر ابزاری استفاده کنیم، ابزار درست طبعا، که این هویت رو حفظ کنیم. وقتی هویت قشقایی حفظ شد، بعد میاد اتحاد. به اتفاق جهان توان گرفت. حافظ میگه، مأذون ما هم میگه، آغل گرگ تفرقدن یام بره، رخنه دشمز هم تفاقا هم گیره، İki kardeş bununca verse biri bire devrerler. Güç salonuna izdav. Tercüme-i Türkçe اینه که عاقل باید اتحاد اتفاق رو حفظ کنه. چون رخنه و سستی و جدایی درش ایجاد نخواهد شد. دو تا برادر اگه پشت بدن به هم دیگه 100 تا کوه رو میذارن بزنن. زنده باد. بنابراین اتحاد داشته باشیم و اون اتحاد از اشتراک و اون اشتراک فرهنگ زبان سنته. به خاطر همینه که ما تلاشمون این هست که این سنت‌ها رو در خارج از کشور حفظ کنیم. زنده باد، براو به شما، ممنونم از پاسخ جامع شما. تا برنامه‌های دیگه‌ای که در دقایقی چند خواهیم داشت از شما اجازه بدین و مخاطبان جوایز پارسی خداحافظی کنم. سپاسگزارم از وقتی که به من دادید. موفق و معید و پیروز باشید.